متاسفانه عجب شرایطی. ما ایرانی ها گویا عادت داریم کاسه چه کنم تو دستمون بگیریم. افسوس. حاضر هستیم از کشور فرار کنیم. پناهندگی بسیار سخت شده. به طور خاص به ایرانی ها پناهندگی نمیدن. چون اکثر ایرانی ها وقتی که اومدن پناهنده شدن، بعد از یه مدتی گفتن دولت نظام اسلامی ما رو اذیت کرده به عنوان سیاسی، به عنوان مسیحی و و و بعد چون ما ایران دوست داریم، ما عاشق ایران هستیم، راهی رو باز کردن، رفتن ایران، اومدن. فهمیدن کشورهای پناهنده فهمیدن که ایرانی ها عذر میخوان، همه رو نمیگم، قشرشون، نه اینکه دروغ گفتن که ایران کشوری است که تحت ظلم و ستم هست. 100% تحت ظلم و ستم بوده. اما اینکه من اونجا تو خطر بودم، انگار برای اینا دروغ شده. و وقتی اینا برگشتن واضح شده که این افراد دروغ گفتن و پناهندگی بسیار سخت شده. هموطنانی بودن که پلها را خراب کردن. این شرایط بیرون از کشور هست. یک، ایران هم شرایطی هستش که عزیزان روز به روز بدتر میشه. دلار شد 20,000. اصلا دیگه این نیست. دلار هم قیمتش خود دولت دست بانک مرکزی اعلام میکنه. هموطنان عزیزم تو خیابون ها نیستن، صراف ها نیستن که دلار رو اعلام کنن 20,000 تا شده. خیر، این دلار رو خود دولت داره، چون شرایطش داره بد میشه. شرایط بسیار بدتر از اینم خواهد داشت. اینها نه حکیم هستن، نه حکیم بودن، نه خواهند بود هرگز. حتی اصلاح طلبام نیست، عذر میخوام، افکار پوسیده اسلامی دارن. چون دارن نمیشه. یک مسلمان میتونه یک انسان خوبی باشه به هر دلیلی، حالا اما دولت های اسلامی نمیتونن خوب باشن هرگز. چرا که با باورها و ایدئولوژی های اسلامی که در فکر تصرف دنیا هستن، با جنگ و خونریزی، حتی یکی از مسیرها همین پناهندگی بود. فکر کردن مسلمان ها پناهنده بشن کشورهای این، همین خطر رو داره توی اروپا تهدید میکنه متاسفانه، و حتی آمریکا رو تهدید میکنه باید مواظب باشن که مسلمان هایی که میان جزء کدوم مسلمان فالانش هستن یا نه. اگه این مسلمان هایی هستن که تو ایران عاشورا تاسوعا داشتن، حالا اومدن آمریکا هم عاشورا تاسوعا، اینا خطرناکن. این بت پرستا اومدن اینجا دوباره، همون بت پرستا که تو ایران بودن. پس این خطر داره اینا رو هم تهدید میکنه. میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، هیچ راهی غیر از سرنگونی نظام اسلامی نیست. هیچ راه خوشاینده نمیدونم. یه شعاری داشتیم، یا مرگ یا آزادی. بله عزیزان، آزادی نیاد مرگ تدریجیه. عذر میخوام، خانواده من توی ایران هست، فامیلای ما تو ایران هستن. بله عزیزان، اونام دارن زندگی میکنن، خانواده ایشون هم هستن. پس ما بله. از این موضوع ناراحتیم. اگه برام بی تفاوت بود باور کنید من فقط کلام خدا رو برای شما میگفتم، کاری ندارم. چیکار دارم بگم به ایران؟ خیلی دلم میسوزه، قلب من کاملا مال مردم ایران هست. قبلا که سیاسی بودم 50%، اما حالا که مسیح ایمان آوردم 100% دلم برای ایران و ایرانیان میسوزه. نمیتونم اینجا فقط بگم، از کلام خداوند میگم. دو تا سرود گوش کنیم، دعا کنیم، چیز خوبیه و اما نمیتونم این گونه فکر کنم، چون تلفن‌هایی که میشنویم، خبرهایی که میشنویم اینه که ایران در شرایط خیلی سختیه. خدا میخواد کمکت کنه، ولی خداوند قوم اسرائیل رو با دست اینجوری نگرفت حالا بیاد ببره. بهشون گفت حرکت کنید، بیاید بیرون. اونها اومدن بیرون، اونها به رهبری موسی عمل کردن و اون جایی که عمل نکردن آسیب خوردن. حتی رهبران موسی از 12 تا 10 تاش نفهمیدن موسی چی میگه. فقط کالیب و یوشع بود که مانند خود موسی در حضور خدا میرفتن. ای ایمان داره به مسیح، برو در حضور خدا دعا کن برای سرنگونی این نظام. ای هموطن عزیزم، با هر اندیشه که هستی، تا کی میخوای بچهاتو فراری بدی؟ تا کی میخوای به دنبال آب باریکه باشی؟ این جمهوری اسلامی همیشه آب باریکه است. کشور ما کشوری ثروتمند هست، پر از منابع معادن هستش. آمین. باید خامنه‌ای بالاتر از 100 میلیارد دلار سرمایه داشته باشه، بعد ما افرادی داشته باشیم تو قبر زندگی کنن، تو کوچه و خیابون، تو کارتون زندگی کنن. وای، اولین تقصیر ماست. ما مقصر هستیم عزیزان، ملت ما مقصر هست. ظالم که به ظلمش دوست داره ادامه بده، دزد که دوست داره دزدی بکنه،
اختلاس کرد که دوست داره اختلاس بکنه. تو چرا هموطنم ساکت شدی؟ تو چرا سکوت میکنی؟ چرا با اینها سازش میکنی؟ نسل آینده تو چی خواهند شد؟ چرا به فکر نسل آیندت نیستی؟ کشوری که خدا برکت داده ولی ما دو دستی تقدیم کردیم به ظالمین، به یک مزدور، و اونها هم یه مشتو برداشتن مزدور خودشون کردن. من مجبورم بسیجی پاسدار مزدور اونها، مجبورم بیچاره ها. تو چرا سکوت کردی هموطنم؟ هیچ کاری نمیتونن بکنن. بریزی تو خیابون ها، اگه همه تو خیابون ها باشن اینها هیچ غلطی نمیتونن بکنن و شما پیروز هستید. مشروط بر این که بیستید محکم و به طور خاص ایمان دارن مسیح، در نام عیسی مسیح بریم بیرون. قرار نیست کسی کسی رو بکشه، اونها میخوان بکشن، اما همه اگر برید اونها نمیتونن ادامه بدن. به هر حال اون پاسدار، اون بسیجی جزء ایرانی ها هستن، اونها هم توشون هستن، افرادی که رعوفن، اونها منتظر تو هستن. ولی وقتی مردم ساکت میشن خب چه کار کنن؟ مجبورن به حرف بالا دستشون نیست، اون کسی که بالاتر از خودشون هست گوش کنن. سکوت نکن، اعتصاب کن. لزومی نداره دیگه قبضهای آب و برق این دزدا رو بدید شما، لزومی نداره بچه‌تو بفرستی مدرسه. معلمین شروع کنید اعتصاب کردن و در برابر این نظام بیستید. با فیض خداوند این شما باشید که جنگی رو ایجاد میکنید که بدی بره، سرطان از ایران با فیض خداوند بره.